سر و گوش آب دادن این عبارت زمانی به کار می رود که بخواهند جاسوسی کنند و از موضوعی اطلاعات به دست آورند. در این مواقع به یک نفر می گویند برو سر و گوش آب بده و اطلاعات به دست بیاور. داستان ضرب المثل. در گذشته که با سلاح‌های سرد مانند شمشیر، کمان، گرز و نیزه مبارزه می‌کردند، مدافعان اگر خود را ضعیف‌تر از مهاجمان می‌دیدند، در قلعه‌های مستحکم می‌ماندند. آنها برای تأمین آب از چاه داخل قلعه استفاده می‌کردند. ساکنان قلعه سربازان مهاجم را کاملاً می‌دیدند، در حالی که سربازان مهاجم جز دیوارهای بلند چیزی را نمی دیدند. مهاجمان زمانی که می خواستند از حریف اطلاعات به دست بیاورند، چند نفر را از طریق آب چاه به داخل قلعه می فرستادند. این افراد که در چاه قرار داشتند، هر از چند دقیقه سر و گوش خود را در داخل آب می کردند تا کسی آنها را نبیند.